بسم الله الرحمن الرحیم. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم. با عرض سلام و ادب و احترام خدمت شما بینندگان محترم شبکه جهانی امام حسین علیه السلام، امیدوارم هر کجای عالم هستید در این گیتی پهناوری که خداوند به عشق ذوات مقدسه و آقا رسول الله خلق کردند و هدف خلقتشون رو عبادت معنا کردند، در صحت و سلامت و پاکی روح و جسم و جان به سر ببرید و همیشه و همه ادوار تحت توجهات حضرت ولیعصر باشید. الهی غم نبینید، هرچند دنیا کم و بیش سختی داره و غم و غصه در اون معنای خاصی داره از جهت آزمایشات الهی که گاهن شیرین این غم و غصه، به شرط اینکه ازش پیروز و سربلند بیرون بیاد. خدا به همتون خیر دارن، یعنی محبت آقا سید و شهدا رو بدهد و به ما هم توفیق خدمتگزاری و نوکری در آستان حسینی و علوی. در خدمت یکی از سربازان امام زمان هستیم، حضرت آقای آسوده. این چند شبه بسیار بسیار ممنون هستیم، از محضرشون استفاده کردیم. ده شبی رو که اصولا مهمان ها رو در خدمتشون هستیم، امشب رو اضافه تر ازشون خواهش کردیم که در خدمتشون حاضر بشن. با این مقدمه اجازه بدین یک بار ادب کنم و محضر ایشون هم سلام عرض کنم. سلام علیکم. علیکم السلام. خیلی خوش آمدید. برکات و سلامت باشین ان شاء الله. بنده هم خدمت یکایک بینندگان محترم شبکه جهانی امام حسین صلوات الله علیه که چند شبی است خلاصه اجازه فرمودن و ما رو مهمان خانه هاشون کردن، بحثی داشتیم این شبها با هم دیگه، عرض سلام و ادب دارم و امیدوارم امشب هم ان شاء الله بهره معنوی خوبی به برکت این خیمه سید الشهدا نصیب همه ما بشه ان شاء الله. ممنون از اینکه در استودیوی شبکه جهانی امام حسین علیه السلام دفتر کربلا حاضر شدید. طبق شبهای گذشته دلای عاشق مردم رو ببریم سمت حرم آقا سید الشهدا و نایب زیارتشون باشیم. بله بفرمایید. یا الله. بسم الله الرحمن الرحیم. به نیابت از همه مؤمنین و مؤمنات، همه دوستداران آقا عبدالله، همه اونها که الان در کنج خانه هاشون نشستن و قلبشون میتپه به عشق سید الشهدا و آرزوشون اینه که ولو لحظاتی رو اینجا بیان کنار این حرم شش گوش عرض ادب کنن، اما موفق نشدن. انشاءالله خدا قسمتشون کنه. به نیابت از همه دوستان ابا عبدالله الحسین. بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیک یا ابا عبدالله وعلى الأرواح التي حلت بفنائك، عليك مني جميعا سلام الله أبدا ما بغيت وبغي الليل والنهار، ولا جعله الله آخر العهد مني لزيارتكم. السلام على الحسين وعلى علي بن الحسين وعلى أولاد الحسين وعلى أصحاب الحسين. السلام عليك وعلى أخيك بالفضل العباس وعلى أختك الحورى زينب الكبرى، صلوات الله وسلامه عليكم يا أهل بيت النبوة جميعا ورحمة الله وبركاته. تو بدین همه لطافت که زهور دل رو بودی، ز
چه بر من سیه رود، در دوستی گشودی، زازل مرا ارادت به تو بود سعادت، چو سرشته شد گل من تو دل مرا ربودی. به کسی اسیر بودم که ورا ندیده بودم، شد و چشم خود گشودم به خدا قسم تو بودی. که به روزگار بودم نه حقیر و خار بودم، تو مرا عزیز کردی، تو به عزتم فزودی. چه غم ار تمام عالم نکنند. خب زیارت شما دوستان قبول درگاه حضرت باری تعالی و به امضای بی بی دو عالم انشالله رسیده باشه و خیلی خیلی زود شما رو در کربلا ببینیم. یکی دو سه روزی بیشتر تا ماه مبارک رجب نمانده، ماهی که روز اولش زیارت ماه رجبیه است و زیارت‌های بسیار خاص آقا سید الشهدا است. امیدوارم کسی از قافله زائرین آقا سید الشهدا، اون هم در ماهی که در قیامت ندا بدن عین الرجبیون، نصیب تک تک شما دوستان خوب شبکه جهانی امام حسین علیه السلام بشود انشاءالله. خدمتون عارضم که شبهای گذشته رو در محضر جناب آقای آسوده بودیم و پیرامون وجود نازنین حضرت زهرا سلام الله علیها صحبت کردیم و بهره بردیم، پای درس بیبی نشستیم، پای خطبش نشستیم و استفاده کردیم، راه و رسم زندگی رو یاد گرفتیم و خدمت شما عارضم که قرار بر این شد من و شما یکی از بهترین الگوهایی رو که میتوانیم چه برای زندگی دنیاییمون چه برای زندگی آخرتیمون از وجود نازنین حضرت زهرا سلام الله علیها و خانواده ایشان، همونجوری که میگیم فاطمتم و ابوها و بعلها و بنوها، همه خانواده بی بی رو انشاءالله سرمنشه زندگی و الگوی خودمون قرار بدهیم و انشاءالله فلاح و پیروزی نصیب ما بشه انشاءالله. خدمتتون عرضم که امشب رو اختصاص بر این دادیم که از جناب آقای آسوده سوالات خوب شما مردم که محبت کردی به پیامک ما، یعنی 3085-87 و 1085-87 فرستاده بودید و یا سوالاتی که در ذهن شما بود و شما نفرستادید دیگران فرستادن رو امشب از منظر آقای آسوده سوال بکنیم. و امشب رو در اصل این برنامه هایی که سخنران صحبت میکنه و بعد یک تایمی رو اجازه میدن که سوال پرسش و سوال باشه و پاسخشون رو همونجا دریافت کنن، امشب از جناب آقای آسوده خواستیم که اجازه بدن از محضرشون اولا استفاده بکنیم، علی‌رغم این که دیگر بایسته خلاصه ما رو ترک می کردن و به قول معروف به برنامه های شخصی خودشون هم می رسیدن، اما ازشون تمنا کردیم که امشبه رو هم وقتشون رو به ما اختصاص بدن و به شما بینندگان خود تا بتونیم سوالاتمون رو از محضرشون بپرسیم. یه بار دیگه راه های ارتباطیمون رو علی‌رغم این که داره پای گیرنده هاتون نوشته میشه و نمایش داده میشه اعلام بکنم که باز اگر سوال داشتید بفرستید،
ما به فراخور زمان هم از کارشناسان خوبمون که توی برنامه حاضر میشن یا اینکه در برنامه‌های مختلف مطرح میشه تا انشاءالله شما پاسختون رو دریافت بکنیم. 3085-87-1085-87 برای پیامک زدن برای دوستانی که در کشور ایران هستن و دیگر فارسی زبانانی که در سراسر دنیا میخوان با شبکه جهانی امام حسین علیه السلام ارتباط برقرار بکنن، میتوانن با 201-50-55-10-10-48 ارتباط برقرار بکنن، سوالات خودشون رو بپرسند یا اینکه از طریق همین شماره بین الملل برای ما پیامک بزنن و ما هم متعهد میشویم نسبت به لطفی که شما دارید، چه از جهت سوال، از جهت پیشنهاد و خدمتتون عرضم انتقادات، عکس العمل نشان دهیم و احترام بگذاریم. با ما همراه باشید، سوالات شما رو بپرسم و انشالله جوابهای خیلی خوشگل و متفاوت شاید دریافت بکنید و حل بشه اون مسائلی که توی ذهن من و شما هست. آجا اگر مقدمه ای ندارید من سوالاتم رو بپرسم. فرمایید، خواهش می‌کنم. در خدا خیرتون بده. این چند شبه ما کم و زیاد سراغ اهل عامه هم رفتیم. میدونم این سوال برای خیلی از دوستان هست کما اینکه برای ما فرستادند. اصلا چی شد شیعه و حالا سنی یا حالا اهل عامه به وجود اومد، این دو فرقه ای، و اصلا کی یا چه کسی به شیعیان اصلا نام شیعه رو، این لفظ شیعه رو برای نخستین بار روی این جماعت به تعبیری قرار داد؟ بله، سوال مهمیه. حضورتون عرض کنم که در بسم الله الرحمن الرحیم مصادر خود ما احادیث الی ما شاء الله زیاد راجع به این مطلب که چه کسی دوستان و پیروان امیر المؤمنین صلوات الله علیه، چون شیعه عامه هم گفتن، بزرگانشون گفتن، خلاصه به کسی گفته میشه که محب امیر المؤمنین صلوات الله علیه هست، پیرو حضرتش هست و پس از رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم ایشون رو خلیفه و جانشین بر حق پیامبر میدانه. اما این که چه کسی این نام رو گذاشته بر این گروه، همچین که عرض شد در منابع ما بسیاره، من فقط یک دو سه حدیث که در دور منصور هست اشاره بکنم. از منابع عامه ابن عساکر نقل میکنه از جابر ابن عبدالله که میگه ما نزد پیامبر بودیم، آقا امیر المؤمنین صلوات الله علیه آمدن، پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم فرمودن سوگند به آن که جانم در دست اوست با قسم، این شخص و شیعیانش، توجه دارید، این شخص و شیعیانش در قیامت رستگارن. و این آیه شریفه رو تلاوت فرمودن، اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، ان الذين امنوا وعملوا الصالحات اولئك هم خیر البریه، اینها بهترین انسان ها هستند. باز در در المنصور باز روایت دیگر نقل میکنه در ذیل این آیه شریفه، چون این آیه شریفه نازل شد، ان الذين امنوا وعملوا الصالحات اولئک هم خیر البریه، پیامبر خدا صلی الله علیه و آله و سلم فرمودن که خیر البریه تو و شیعیانت هستی. هم اون خیر البریه در قرآن، هم انت و شیعتک یا علی، توجه دارید. پس و باز روایتی در همون دور منصور هست که اونجا هم باز همین روایت رو نقل میکنه که شما هستید و شیعیانت یا علی، مراد از خیر البریه در قرآن یا علی تو هستی و شیعیانت، توجه دارید، و شما وعدگاه ما در کنار حوض کوثر است. اونجا خلاصه وعدگاه ما اونجاست و روایات بسیار دیگه ای که شما از خدا راضی هستید و خدای متعال هم از شما راضی است. پس اولین کسی که نام شیعه رو بر شیعیان نهاد وجود مقدس رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم هست، اون هم پس از نزول این آیه شریفه.
توجه دارید. و ضمن این که پیامبر خدا صلی الله علیه و آله و سلم در زمان حیاتشون راجع به فضیلت امیرالمومنین الا ماشاءالله در باب فضائل ایشون صحبت میکردن، از همونجا خلاصه چی این بحث شیعه که به گروهی میشد که اینها فرمایش آقا رسول الله صلی الله علیه و سلم رو چشمشون میگذاشتن دیگه از اونجاها مطرح شد و این نام رو پیامبر خدا بر این گروه که پیروان امیرالمومنین صلوات الله علیه باشه گذاشتن. تاریخش رو میشه دقیقاً بررسی کرد؟ پیدایش بله تشیع. راجع به پیدایش مذهب تشیع خب باز متعدد هست، کلی این قضیه که اصل نام رو پس کی گذاشته؟ پیامبر خدا صلی الله علیه و آله و سلم. اما راجع به پیدایش این مذهب و تشیع، ببینید تشیع چیزی جدای به اصطلاح از اسلام چیه؟ نیست همونه. اما برای اینکه ما به تاریخش برگردیم، ببینید در اولین دعوت‌هایی که پیامبر خدا انجام دادن و انذر عشیرتک الاقربین، امر از سوی خدای متعال که پیامبر نزدیکانت رو چیه اینها رو انذار بده به امر قرآن و خدای متعال. شما ببینید این مطلب در مسند احمد جلد 1 صفحه 111 اونجا اومده، اشاره شده این جریان. پیامبر خدا دعوت کردن، خب قضیه مفصله، ما یه اشاره کوتاهی بکنیم. اونجا اونها رو دعوت کردن که چه کسی، بعد فرمودن چه کسی این دعوت من رو قبول میکنه که پس از من برادر من، جانشین من و وصی و خلیفه من باشه. توجه دارید هیچ کسی قبول نکرد جز امیرالمومنین صلوات الله علیه، که حالا اینکه در جلسه دو روز دو بار برگزار شد اینا، در نهایت پیغمبر خدا اونجا فرمودن هذا اخی و وصیی و خلیفتی، یعنی در همون ابتدای دعوت مردم به اسلام بحث امامت چیه؟ مطرح میشه. توجه دارید یعنی چیزی نو ظهور نیست، مثلا چیز نو ظهور شهادت آقا رسول الله صلی الله علیه و آله بگن که حالا اومدن یه جماعتی خودشون دارن یه کاری میکنن که بنای حضورتون عرض کنم. ببینید به قول حالا امروزی حرف موو زدن راحته، توجه داری؟ تهمت زدن راحته، دلیل نمیخواد که مالیات شما نداره. خیلی راحت هر چی رو دلت میخواد بگو، تهمت بزنه. بحث این است که انسان خدا ترس، انسان مؤمن به خدا که خدا رو شاهد و ناظر میبینه، اونم در امر دینش که مسئله این است که من به چه روشی باید خدا رو عبادت کنم، از این مسائل به سادگی نمیگذره. خب الان روش های متعددی هست، کدوم یک از این روش ها درسته؟ آیا اون روشی که اساسش حتی اسمش توسط خود رسول الله هست درسته؟ پیدایشش اصلا چیز جدایی از اسلام نبوده یا اونهایی که بعدن درست شده؟ توجه دارید؟ بله. خب اینها مهمه. پس لذا در اونجا همونجا پیامبر خدا این مسئله رو معرفی کردن. و همچنین در راجع به حدیث منزلت ما داریم، احادیث متعدد داریم که پیامبر خدا حضورتون عرض کنم بحث خلافت امیرالمؤمنین رو چیه همون موقع مطرح کردن. از همون روز اول تو همون جلسه اول مخالفت ها شروع شد. اونهایی که مخالفت نداشتن با این امر پیامبر خدا و موافق بودن، یواش یواش اینا چیه؟ اینها به عنوان کسانی که میگفتن اینها شیعیان امیرالمومنین، شیعیان علی هستن، اینا پیروان علی هستن. توجه دارید؟ درست. پس نام توسط رسول الله، پیدایش در همون ابتدای پیدایش اسلام و همراه با همون اسلام بوده. روزی بوده که الان با توجه به آیه که فرمودین، بله، روزی بود که فامیل رو جمع کرد، پیغمبر رو یه غذایی دادند و خواستن. بله عرض شد که بله در همون حضورتون عرض کنم که دعوت خیشانشون که 40 نفر بودن و غذایی هم که آماده شد بسیار مختصر بود. حضرت امیرالمومنین صلوات الله علیه
فرمودن که این فقط برای یکی از اونها کافی بود، اما 40 نفر خوردن، سیر شدن و این معجزه هم دیدن. بله. اما به جای اینکه عبرت بگیرن، اونجا میگفتن که ولیعاذ بالله پیامبر شما رو سحر کرد، جادو کرد. توجه دارید؟ بله، قضیهش مفصل، ما اجمالا حالا به صورت خلاصه پس بله، پس حالا خلاصش این است که تشیع همون اسلامه و بگوی روی دیگه ای از اسلام، یعنی چیزی غیر از اسلام چیه؟ نیست، به یک اصل اسلامی اشاره داره. توجه دارید که حضورتون عرض کنم رهبری حکیمانه امیرالمؤمنین صلوات الله علیه پس از رسول الله، اما پیدایش تاریخ نامش مال خود زمان پیامبر و با خود اسلام بوده. خدمتتون عرضم که سوالی که پرسیدن یه سواله، اما فکر میکنم خیلی شاخه پیدا میکنه. هر کی هم اینو سوال کرده خیلی زرنگ بود آجا. بله. گفته یه تیر میزنم هزاران نشونه رو در بر بگیره. گفتن لطفا خلاصه ای از اصول اعتقادی شیعه بیان بفرمایید. بله، به همین سادگی. فکر میکنم باید به بینندهمون وعده بدیم یه مارم از اون باید بشینه پای شبکه جانی امام حسین، حداقل 30-40 شب این برنامه حداقل این موضوع بشه. خب این از زرنگی این شخصه، چون در مباحث اعتقادی انسان هر چه کار کنه باز کمه، چون خصوصا در بحث اصول دین و اینها حضورتون عرض کنم که انسان باید دائما کار کنه، تقویتش کنه و پایه‌هاش رو محکم کنه، چون تنها انیس انسان پس از مرگ همین اعتقادات و اعمال اوست. عمل هم پاکیزه نمیشه تا اعتقاد درست نشه. الان ببینید باز هی ما چاره‌ای نداریم این گریزها رو بزنیم، چون اینها نتیجه همین اعتقادات غلطه. یعنی وقتی که برای اعتقاد کار نشد، به نام الله، به نام خدا، زنهای مردم، بچه های مردم، بیگناهان رو چیکار میکنن؟ میکشن با وضع بسیار فجی به این اعتقاد که اگرم مردن به درک رفتن در اون لحظه خود اون افرادی که این جنایت رو میکنن، اینها پای در بهش هستن و پای سفره پیامبر خدا. یعنی ببینید چقدر مسخره و خنده دار. چرا؟ چون این انسان‌ها برای عقایدشون زحمت نکشیدن، لذا اینا بهترین طعمه‌های شیطانن. شما اگر یه مطالعه‌ای در تاریخ این افرادی که اهل ترور و کشتار اینا هستن، می‌بینید اینها یا اصل و نسبی ندارن یا یک زندگی وحشتناک از گناه و معصیت. ما تو بعضی روایات داریم که اصلاً حضورتون عرض کنم که مثلا یکیش این است که اونهایی که ولیعاذ بالله اهل زنا و معصیت و اینا هستن، اینا دیگه یواش یواش مروجی هم برایشون کاری نداره. بله، در میدان حق با شرایطش، در دفاع از حریم دین، در دفاع از جان و اینها، اون دیگه جهاد در راه خداست. اما اینی که این شکلی، توجه دارید که انسانهایی که نه سر جنگ با شما دارن روی اعتقادی دارن، توجه دارید بچه های اونها، زن های اونها با این کیفیت، توجه دارید این از اون اعتقادات غلط. لذا بحث اعتقاد خیلی مهمه و این اولین چیزیست که هر انسانی نسبت به خدای متعال این وظیفه رو داره که باید اعتقاد درستی داشته باشه. بله، ببینید بحث اعتقادات خب بحث مفصلیست. حالا اولین بحثی که مطرح میشه توحید ذاتی خدای متعال، که اگه خواسته باشه ما خلاصه کنیم، در بگیم در دو معنا خلاصه بکنیم که باز بحث بسیار مفصلی داره. ببین، یکی این است که خدای متعال یکیست، دوی در کار نیست، اما نه یکی به عنوان عدد، چون هر عددی شما بگی یک دوی داره، اینی که میگیم یک نمانند اعداد که دوی براش متصوره، اما یک خدا، توجه دارید، خدا یکیست، مانند نداره. شما می‌بینید در دنیا در بسیاری از امور یه مانندی پیدا می‌کنن، ولی یه مانندی که عرضم به حضورتون که چی؟ این در ذهن باشه، توهم باشه. برای خدا به هیچ وجه هیچ مانندی قابل تصور نیست، به هیچ وجه. یگانه، یکیست، مانند نداره، شبیه نداره، همتا نداره،
جایگزین نداره. شما 124 هزار پیغمبر رو جمع کن با تمام معصومین، با 12 امام و حضرت زهرا سلام الله علیها، میتونی بگی یک نوک سوزن رطوبت از اقیانوس شباهت با الله تبارک و تعالی دارن؟ ابدا ممکن نیست. دیگه بهترین و عزیزترین خلق خدا هم هستن، مقاماتشون هم عالیست به هیچ وجه من الوجوهی. خدا یکیست، مانن نداره، شبیه نداره، همتا ندارد، جایگزین نداره. این یک توحید ذاتی. دوم، ذات خدا بسیطه. در ذات خدا ترکیب نیست که بگی خدا یک چیزیست که از یک سری اجزا و چیزهایی درست شده، نه، یک یگانه است که بسیطه و مرکب نیست. این سوره مبارکه توحید رو هم زیاد بخونیم. بسم الله الرحمن الرحیم، قل هو الله احد الله الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد. این خلاصه ای از توحید ذاتی. حالا توحید صفاتی چیست؟ بله، هر کدوم از اینا الا ماشاءالله بحثای مفصلی داره، اما خلاصش ببینید، خدای متعال به یک اوصافی و صفاتی متصف میشه که گویای کمال در ذات خداست. اینها صفاتی که بیانگر کمال ذات خدای متعاله. خب انسانم به این باز وصفها موصوف میشه. این خیلی دقیق، با دقت بینندگان محترم که برنامه رو پی میگیرن، خواهش این است که خیلی با دقت و ظرافت این مباحث رو مد نظر داشته باشن. ببینید، پس خدا یک صفاتی داره که گویا و بیانگر کمال در ذات خداست. مثل چی؟ مثل این که خدا عالمه، داناست. خدای متعال قادره، تواناست. خدای متعال زنده است، حیه، زنده است. خب این صفت ها رو ما پس برای انسان هم میگیم. چه فرقی کرد؟ این فرق خیلی دقیق و حساس و خوب عنایت باشه. ببینید، اولا صفات مثل علم، مثل قدرت، مثل حیات، این صفات با هم مفهومای متفاوتی دارن. این ستا یه چیز نیستن، اونی که ما الان متصور میشیم. خب اما از نظر وجود و تحققشون در خدا یکیه. یعنی ذات خدا حیه، ذات خدا قادره، ذات خدا عالمه. نه اینکه چیزهای از هم جدا باشه، نه، یک چیزه، یک چیزی که همه اینا هست در او، بدون اینکه چی اختلاف باشه، جدای از هم باشه. اما شما در انسان میبینید که وقت ممکنه یک کسی عالمه اما قادر نباشه، قدرت نداشته باشه. قدرت داشته باشه، توجه دارید، عالم نباشه، توجه دارید. اما در خدای متعال تمام اینها عین ذات اوست، منفک از او نیست و جدای از او هم نیست. یه چیز دیگه باشه، نه، توجه دارید. خب حضورتون عرض کنم که یک نکته دوم هم این است که همچنان که واقعیت صفات خدای متعال با هم تفاوت نداره، صفات خدا پس با هم تفاوت نداره. مثل انسان که بگیم علم در انسان یه چیزه، قدرت یه چیزه، توانایی یه چیزه، اینا یه چیز، هر کدوم یه چیزه در انسان، توجه دارید، یک مفهومای جدایی هستن در انسان. اما اینها در خدا همش یکیه، تمام صفات در خدا یکیست، توجه دارید. این یک نکته بسیار مهم. صفات، یکی این که صفات خدا با هم تفاوت ندارن، دوم اینه که صفات و ذات خدا هم جدا از هم نیستن. یعنی صفات خدای متعال از ذات خدای متعال جدا نیست، عین ذات اوست، عین ذات. بله. حالا اگر بخوایم توحید رو در آفرینش و مخلوقات خدا، آیا توحیدی هست؟ بله، ببینید، توحید یعنی توحید در همه چیز، که این تقسیم بندی ها رو که کردن، ایشون هم آدم مطلعی بوده، این سوال رو کرده. عرضم به حضورتون که سوال دقیقی است. توحید در آفرینش، مراد این است که همه، تمام آفرینش آفریده
خدای متعاله، یک نفر خالق هست، خالق دومی در کار نیست. خوب عنایت داشته باشید. قل الله خالق کل شیء و هو الواحد القهار، بگو خداوند آفریدگار هر چیز است و اوست یگانه پیروز. آفریدگار فقط خداست، اما این نکته اینجا هست، مقصود از انحصار خالقیتی که به خدای متعال میدیم خالقیت مستقل و اصیله، به هیچ چیز تکیه نداره. خالقی که چی؟ به هیچ چیزی تکیه نداره. اما ما در خود قرآن داریم، حضرت عیسی علی نبینا و آله و علیه السلام، حضورتون عرض کنم که میفرماید انی اخلق، حضرت عیسی میگه من خلق میکنم. این چیه پس؟ ما میگیم خلق منحصراً برای خداست خلق کردن، پس این چیه در قرآن میفرماد؟ این به اذن خداست، این به دستور خداست. باز خدا اینجا احسنتون همه کاره اصلی، این میشه آفرینندگی طبعی، این در سایه قدرت خدا این کارو میکنه، این به تبع قدرت خدا این کارو میکنه. حضرت عیسی از خودش هیچ نداره، نداره. توحید در خالقیت عالم فقط خداست. بله ممکنه دیگرانم خلق بکنن، اما به اذن خداست، نه اینکه والعیاذ بالله خدا خالق است، عیسی والعیاذ بالله هم چیه؟ یه چیزی کنار خدا خالقه. این کفر محضه، این نیست. خالقیت فقط و فقط اوست، اگر هم کس دیگری هست این به اذن اوست، این رو خدای متعال به او قدرت داده و اذن داده. خدمتتون عرضم که یک سوال دیگه هم توی بحث توحیدی پیش میاد توی ذهن ها، بحث توحید ربوبیته. مگر چه مقامی است که اهل بیت فرمان ما را از ربوبیت پایین بیارین و بعد در مورد ما هر چه خواستید بگید؟ چه جوریه که ما میتونیم به اهل بیت بگیم خالق به معنای دیگر البته، اما رب نمیتونیم بگیم؟ این توحید در ربوبیت. بله ببینید، باز نکته بسیار دقیق و حساس توحید، باز عرضم به حضورتون که این در ربوبیت برمیگرده به تدبیر عالم و هستی. تدبیر خدای متعال عالم هستی و انسان رو جدای از مسئله آفرینش نیست. یعنی مراد از توحید در ربوبیت که ببینید نکته اینجا هست، چون حضورتون عرض کنم که حتی مشرکان هم قبول داشتن یگانگی خدا رو. مثلا مشرکین زمان حضرت ابراهیم علیه السلام به یگانگی خدا معتقد بودن، اما خطاشون این بود که ستاره ها رو ارباب و سررشته داران این عالم می دونستن. یعنی این که خدا رو یک خدا هست می دونستن، بله. یک سری کمک کننده هایی به خدا، یک سری افرادی که اینها چیان، اینها هم خلاصه یک کاره این اربابن، اینها هم مستقلن قدرتی دارن که تدبیر میکنن عالم رو، لذا این شرک به خداست. این مستقیمنی که الان فرمودی یعنی در نظر اونها؟ البته در نظر اونها بله، بله. نه همون آره. در نظر اونها این بوده که یعنی منهای خدا، منهای خدا. آها. خدا هست، خالق یگانه، غیر از خدا هم ستاره ها مثلا چی؟ به خودی خودشون، به خودی خودشون قدرت مستقلی که عرض دیگه کردی. این خیلی مهمه اینجا. اینجا دیگه به اذن الله رو تو ذهنشون نبوده. اگه باشه که دیگه میشه دور مثل حضرت عیسی. بله. ببینید اونم باز نمیشه مثلا بگیم خب ما قائلیم که ستاره ها به اذن خدا تدبیر میکنن، یه دلیلی باید باشه، یه چیزی باید باشه نسبت به خدا بدیم. بله. اما به اینها مستقلا به این امر قائل بودن، لذا این شرکه. پس نکته خیلی مهمه، در زمان حضرت یوسف علیه السلام هم باز این مشکله بود،
اینها فکر میکردن که باز خدا پس از اینکه عالم رو خلق کرد، خدا بله یگانه از خالقه، اما تدبیر و اداره جهان رو به دیگران واگذار کرده کلن، دیگه هیچ کاری نداره، نشد به هیچ وجه قدرت خدا. حضرت عیسی هم که الان ارزم به حضور حضرت عیسی علیه السلام که در زمان خودشون هم خلق میکرد، در همون موقع خلقش هم عنایت خدا شامل حالش میشد. این نیست که خدای متعال کنار باشه، میگم قدرت خدا لایتنایی تمام نمیشه. بله احسن تو، این لذا نکته خیلی مهم است. پس ببینید بحث ربوبیت این است که ما بدانیم رب یکیست، تدبیر کننده عالم هستی یکیست، خدای متعاله، و اون خدایی که هم جهان رو خلق کرد هم انسان رو مدبر یکیست. این نیست که عالم طبیعت یه ربی داره، انسان‌ها یه ربی داشته باشن، نخیر، یک خدا، یک تدبیر کننده هست، الله تبارک و تعالی. این آیه شریفه هم حالا ترجمهش بد نیست اشاره بکنیم، در سوره رعد آیه دوم، خداوند همان کسی است که آسمان‌ها را بدون ستون‌هایی که ببینید برافراش، تدبیر آسمان‌ها، سپس بر عرش استیلا یافت و خورشید و ماه را مسخر ساخت که هر کدام تا زمان معینی حرکت دارند. بله، کار را او تدبیر می‌کند، تدبیر همه امور به دست اوست. آیات را برای شما تشریح می‌کند، باشد که به لقای پروردگارتان یقین کنید. پس پیوند کامل میان تدبیر آفرینش و انسان، رب یکیست. ما بین فرمایشاتتون فرمودین که در تفکر حالا قدیم این بود که کار رو به دست دیگران میدیدن و خلق و خلاقیت و ربوبیت رو به دست خداوند میدیدن. مگر توحید در حاکمیت هم داریم؟ بله، ببینید باز از اقسام توحید همین توحیدی که در حاکمیت، یعنی چه؟ به این معنا که همان گونه ای که صحنه هستی و آفرینش خب یک مدبر حقیقی داره، توجه دارید که اونم کیه؟ فقط خدای متعال. صحیفه تشریع و قانونگذاری اون هم چی؟ یک حاکم یگانه داره، یعنی یک قانونگذار واحد، یک حاکم واحد. خوب عنایت کنید که کی اون؟ خدای سبحانه. توحید به حاکمیت یعنی قانونگذار حقیقی و اصیل تنها خدای متعال است. خب آقا ما تو قرآن داریم، البته خب اون بگیم قبل از این نکته که پیامبر هم امرشون امر خداست، ببینید ان الحكم الا لله امر الا تعبدوا الا اياه، حكم فقط مال خدا اوست. خب من یطع الرسول فقط اطاع الله، این چیه که اطاعت پیامبر هم اطاعت خدا؟ این دیگه برمیگرده به چی؟ به حقی که خدای متعال به رسول داده، حاکمیت مطلق مال اوست. خدا هم به سبب مصالح و حکمت هایی که میداند یه وقت از این حاکمیت اختیار رو به رسولی میده. رسول حاکمیت مطلق به ذاته مال خودش نداره، از خدا از داره. این خیلی مهمه، توحید در حاکمیت. اون عقیده ای که ما داریم به توحید در حاکمیت برای احدی قائل نیست. بسیار متشکرم. البته من یکی دو تا سوال دیگه هم باز توحیدی دارم، اما میخوام یه میان برنامه ببینیم با دوستان و برگردیم سوالاتمون رو بپرسیم. یعنی لا فتى إلا علي علي إمامي هيدر علي
لا فتا الا علی ما شاء الله ما شاء علی شاه مردان شاه مردان شیر یزدان شاه مردان شیر یزدان قوت پروردگار قوت پروردگار لا فتا الا علی لا فتا خدا انشالله که خیر دعارین رو نصیب همتون بکنه و دست از محبت اهل بیت بر ندارید، که اگر محبت اهل بیت رو در دل نداشته باشید هزاران هزار سال عبادت بکنید، سر به سجده و به خاک بسایید، حجها برآورده کنید، بدانید که پسیزی نمی‌ارزد، چون همه عالم به نص حدیث شریف کسا خلق شده است برای محبت اهل بیت. لذا بایستی یکی از راه‌های تشکر اینه که محبت این اهل بیت رو در دلتون داشته باشید و بهشون احترام بگذارید و باعث نشر معارف این اهل بیت بشید تا شکر شما قدری عملی بشه و خداوند از اون نعماتی که به خاطر این ذوات مقدسه خلق کرده بر شما بیشتر ارزانی بدارد. آجا توی بحث عبادت هم میشه بگیم توحید داریم؟ بله قطعا عبادت فقط و فقط باید برای خدای متعال باشه. و ما خلقت الجن والانس الا ليعبدون، اصلا اساس خلقت خدا انسان رو برای عبادت اوست، چه جن و چه انس. انبیای الهی هم که مبعوث شدن این که انسانها رو به سوی عبادت خدا بخوانن. پس در عبادت فقط و فقط ما نماز میخوانیم ایاک نعبد. توجه دارید ببینید در بحث عبادت و پرستش خدای متعال چیز دیگه نباید وارد بشه. حتی اطلاع دارید در فقها در این توضیح المسائل دارن اگر یک کسی مثلا بره مسجد، الان به این انگیزه من میرم مسجد نمازم و بخوانم تا بگن مسجدیست، یه وقت وسوسه در ذهن انسان میاد. توجه داری که حالا بریم مسجد میگن عجب آدم خوبی و اینها، این به اختیار شخص نیست وسوسه، اما یه وقت اراده شخص بر این تعلق میگیره، من میرم مسجد نماز، هیچ کیم نمیدانه، خودشو خدا میدونه، این به این انگیزه میره مسجد نماز میخونه، نماز واجبش هم میخونه، برای خدا میخونه، از الله اکبر اولش وضوئی که گرفته برای خداست، از اول تا آخر نمازم برای خداست، اما چون رفت این نماز رو تو مسجدی خون که رفتن تو اون مسجد انگیزه غیر الهی درش اومد، اون نماز رو آقایون میفرمان چی هستن؟ باطل. باطله. پرستش و عبادت فقط و فقط خدای متعال. اما یک سری مسائلی هست که جای بحث زیاد داره که اونها هم جزء چیزهایی است که تهمت زده میشه که اینها دارن مثلا قبور رو میپرستن، قبور رو عبادت میکنن، این از اساس غلط و باطله. پرستش عبادت فقط و فقط خدای متعال، اونها به جهت احترام و دستور سنت پیامبر برای رفتن به عرض ادبه. هیچ احدی برای پرستش و عبادت به هیچ زیارتگاهی حاضر نمیشه. یعنی حداقل این هستش که در اعتقادات ما شیعیان این نیست. بله نیست. که بریم مثلا محضر آقای سید الشهدا حالا که الان هستیم که امام حسین رو پرستش بکنیم، اون هم یک شخص مرده. بالا شهید. شخص که اهل منطق نباشه اینه دیگه. دشمنه دیگه، میخواد یه جوری خراب کنه، یه جوری ضربه بزنه. خودش سوجش رو پیدا میکنه. اما ما در عقیده ما ابداً نیست. این چه نیست؟ خدمتتون عارضم که این سوال از خود منه، حالا میپرسن چون بحثای توحید رو خیلی طولانیش کردیم، آیا توحید در رسالت هم داریم؟ یا مثلا توحید در امامت یا دیگر تا اینجا قسمای توحیدی پایان میپذیریم؟ به چه معنا یعنی سوال؟ اینجوری عرض بکنم که یعنی آیا پیغمبر هم دارای توی بحث پیغمبریش
دارای یک توحید خاصیه، یگانگیه یا نه؟ چون این امریست که به دیگران محول میشه. ببینید حضورتون عرض کنم که بحث توحید و اون فقط مال ربه. بله، توحید و اینها که اعتقاد خاص فقط و فقط نسبت به خدای متعال هست با اجزایش که داره، توحید در عبادت، توحید در حاکمیت و اینها. بله، خدای متعال از قدرت خودش به فضل خودش یک عنایت‌های ویژه و خاصی میکنه، حتی در حد خلق کردن. اما این خلق کردن حضورتون عرض کنم این نیست که یک قدرتی به ذاته مستقلن داره این کار انجام میده، در غیر از مربوط قدرت خدا. تمام اینها، تمام انبیای الهی مجراش عوض میشه. احسنتم. تمام اینها اون چیزی که هست افاضه ربانیست به اونهاست، لطف و فضل پروردگار به اونهاست، بلا توحید فقط و فقط خاص ذات حضرت حق است. بله. بسیار متشکرم. یکی از سوالاتی که هم بینندگان فرستادن و هم تو ذهن خیلی ها هست، چون یکی دو جلسه قبلی هم در رابطه با امام زمان هم صحبت کردیم، بحث رجعت و حکومت مجدد امامان ما، اگر اشتباه نکنم با خود شما تو این برنامه که باید برگردن امامان تا اون دولتی رو که وعده دادن برپا بشون و بعد حالا بحث قیام. آیا اصلا قضیه رجعت به خودی خود واقعیت داره یا نه؟ حالا سبک و سیاقش چه شکلیش، چه گونهش، روال تاریخش، اول کی میاد، چقدر مثلا امیرالمومنین حکومت میکنن در که در اعتقادات ما هست، حالا بمانه، اصلا خود رجعت به خودی خود واقعیت دارد یا نه؟ بله، امر رجعت یکی از مسائل قطعی است بلا شک و شبهه. رجعت یعنی بازگشت، اما در اصطلاح که میگیم رجعت به این معنا که قبل از قیام حضرت مهدی عجل الله تعالی فرجه الشریف و نهضت ایشون، یک جماعتی از حسب حالا فرمایش علامه مجلسی که این رجعت مخصوص مؤمنین خاص و منافقین محض، اینهایی که تمام هم مغم دشمنان دینی که هم مغمشون بود که خلاصه به هیچ وجه نگذارن نور اسلام دنیا رو بگیره، و همچنین مؤمنانی که تا پای جان در این فضا زحمت کشیدن، جانشون رو گذاشتن، این گروه بر میگردن، توجه دارید، به همین دنیا و اینا زنده میشن قبل از ظهور امام زمان و قبل از قیام قیامت. و رجعت هم در امتهای پیشین بوده. حضورتون عرض کنم که حسب روایت صحیح بخاری در جلد 9 صفحه 112 هم حدیثی نقل میکنه از پیامبر خدا که شما امتم مثل امتهای گذشته اید، وجب به وجب، ذراع به ذراع از سنتهای پیشیان پیروی خواهیم کرد. در امتهای گذشته رجعت بوده، قرآن هم متعدد آورده، من فقط عنواناش رو میگم فرصت کمه. یک، احیای گروهی از بنی اسرائیل، سوره بقره آیه 55 و 56. دوم، احیای کشته بنی اسرائیل، اون قضیه معروف گاو بنی اسرائیل که هست. بله بله. اونجا خود قرآن تصریح میکنه آیه 72 و 73 با سوره بقره. اینا چیه؟ خب اینا مرده بودن، دوباره برگشتن تو دنیا قبل از ظهور، قبل از عرضم به حضور قیامت و اینها، در امتهای گذشته. سوم، مرگ جمعیت خیلی زیادی و زنده شدن دوباره آنان، باز همون سوره بقره آیه 243. برانگیختگی جناب عزیر پس از گذشت 100 سال از مرگ او، این در حضورتون عرض کنم که باز سوره بقره آیه 259. زنده شدن مردگان به دست حضرت عیسی علی نبی ناب آلهی علیه السلام در سوره آل عمران آیه 49. این در امتهای گذشته در خود قرآن متعدد هست. این حدیث هم که از صحیح بخاری است که پیامبر خدا میگن شما هم همون برنامه‌های امتهای گذشته رو خواهید داشت. و در روایات ما به عنوان یک امر قطعی و مسلم است تا اونهایی که در همین دنیا کوشششون این بود که نور خدا رو خاموش کنن، بدانن که خدا تو همین دنیا نورش رو روشن کرد، و اون مؤمنایی که تا پای جان زجرها و سختی ها دیدن، اونا بیان تو همین دنیا ببینن که خدا تو همین دنیا خلاصه نورش رو فراگیر کرد. بسیار ممنون و متشکرم بینندگان از اینکه نسبت به برنامه خودتون لطف دارید، ممنونم.
خانم سری بذاریم اتاق فرمان یه گزارشی رو که دیشب دیدیم دوباره با هم مرور بکنیم، بحث وضعیت زمین رو خلاصه بسنجیم و انشاءالله ما هم بشویم جز اونهایی که بلدن تو زندگیشون چیکار بکنن. وقتی آدم نمیدونه راه رو درست داره میره اما زرنگی به خرج نمیده، اما یه وقتایی آدم میفهمه که تو زندگیش باید چیکار بکنه، به تعبیری سود چند برابر نصیبش بشه. و اون هم عرض کردم دیشب خدمتتون، تنها جایی که سود چند برابر گیر آدم میاد، نه دو سر سود، اینه که با اهل بیت معامله بکنه. اگر ما در مثال بین خودمون داریم که تو نیکی میکن و در دجله انداز که ایزد در بیابانت دهد باز، این برای خودمونه و برای امور دنیایی و عاممونه و مثل منی که حالا در توانم یک چیز کمی است، اگر شما به من نیکی بکنید و خوبی بکنید جواب شما رو بخوام پس بدم. اما وقتی قرار بشه با کریمان عالم، با بهترین افراد و خلق خداوند یه معامله‌ای رو آدم انجام بده، دیگه از این حرفا برده. این خانواده‌ای که نامه اینا نوشته میخونند، هنوز من و شما براشون کاری انجام ندادیم، نسبت به ما مهربانی به خرج میدن، حال اگر یک قدمی هم من و شما براشون برداریم چه خواهد شد؟ وقتی در همین کربلا میشنویم یک سنی مسلک ناصری به خاطر قطرات اشکی که برای مظلومیت ابا عبدالله الحسین علیه السلام ریخته در امان میمونه از آتش جهنم و از شکایت اون پیرزن در امان میمونه، شما که محبید، شما که موالید، شمایی که الان میخواید یه کار خوب انجام بدید، پولتون رو خرج اهل بیت بکنید، وقتتون رو و انرژیتون رو بگذارید برای اهل بیت، ببینید با شما چه خواهند کرد. با هم میام برنامه رو ببینید. زمین کربلا تاجی شکسته، جوانان یک به یک بردی زدسته. زمین کربلا فصل بهار است، زخون نوجوانان لاله زار. زمین کربلا باهی لبازی، عجب کردی و تو مهمون نوازی. زمین کربلا باهل بازی، عجب کردی و تو مهمون نوازی. زمین کربلا با این اراده، تو مهمان میکوشی عادت که داده. زمین کربلا رنجیدم از تو، زبس کیفی وفایی دیدم از تو. زمین کربلا خوش با صفایی، به بالین عباسم خوش متکایی. زمین کربلا خوش با صفایی، به بالین عباسم خوش متکایی. زمین کربلا شهزاده اکبر، سبردم بر تو اون گر و گوهر. زمین کربلا اون شیر خارم، علی از غر دیگر بر تو سفارم.
زمین کربلا آقام حسینم سپردم بر تو اون نور عینم. زمین کربلا آقام حسینم سپردم بر تو اون نور عینم. رزيت كربلا صوت العقيلة تجول بخاطري ودمعي أسيلة. حراير كربلا حزن الفواطم تدور بضاميري دور المآتيم. نوايب كربلا صرخت يتيمة ترن بموجتي لحن الهضيمة. زمين كربلا تعدي شكستها جوانا يكبر دي زيد استغى. زمين كربلا فصل بهار زفون نوجوانا لال زارا. زمین کربلا باهی لبازی عجب کردی و تو مهمون نوازی. زمین کربلا باهی لبازی عجب کردی و تو مهمون نوازی. زمین کربلا با این اراده تو مهمون میکوشی عادت که داده. زمین کربلا رنجیدم از تو زبس کیفی وفایی دیدم از تو. زمین کربلا خوش با صفایی به بالین عباسم خوش متکایی. زمین کربلا خوش با صفایی به بالین عباسم خوش متکایی. زمین کربلا شهزاده اکبر سپردم بر تو اون گر و گوهر. زمین کربلا اون شیر خارم علی اصغر دیگر بر تو سپارم. زمین کربلا آقام حسینم سپردم بر تو اون نور عینم. زمین کربلا آقام حسینم سپردم بر. خب بینندگان محترم، این هم یک گزارش تصویری مختصر از مراحلی که خیلی ها دوست دارن بدونن. این مسجد و عزمخام، این حسینیه و استدیویی که داره برای آقا سید الشهدا و به نام ایشون در کربلا تحت عنوان شبکه جهانی امام حسین علیه السلام سر پا میشه، کجای کاره، تو کدوم یک از مراحلشه،
که با دلگرمی بیشتر و با قوت بیشتری خلاصه بتونن نوکری آستان اهل بیت بکنن. قافله در حرکت، مواظب باشید که از قافله جا نمونید. قلم کاتب داره می نویسه، مواظب باشید اسمتون از قلم نیفته. آجا دلم می خواد امشب، اینو دلم نمی خواد بگم که شب آخری چه در خدمت شما هستیم، اما دیگه به هر حال این رسم روزگاره. شب آخریه در این رابطه یه هدیه به مردم بدید. مردم خیلی خوبی داریم. یک روایت، صحبت، پیشنهاد شما به عنوان یک استاد و بزرگ دینی محبت بفرمایید. بله، حدیثی از وجود مقدس پیامبر خاتم حضرت محمد صلی الله علیه و آله و سلم فرمودن: اذا مات الانسان انقطع عمله الا من ثلاث. انسان وقتی که از دنیا رفت، عمل یه قد میشه، تمام شد دیگه، خدا حافظ، عمل تمام، مگر از سه نفر. اینا ولو تو خانه قبر خوابیدن و رفتن، اما عمل اینها منقطع نیست، باز آثار عمل میرسه. یک، علم ینتفع به، علمی که از او نفع برده بشه، نه علمایی که نفع برده نشه، اونها هم شرش میره البته. او صدقت تجری له، اینو کارش داریم. او ولد صالح یدعو له، این آخری و دوم بگیم، فرزند صالحی که بر انسان دعا کنه. این صدقه جاری که پیامبر خدا فرمودن در این حدیث شریف، هر کسی که کار خیر و نیکی انجام بده، این برای او ماندگاره، گویی که تو دنیا داره کار خیر انجام میده. لذا الان این خیمه ای که به نام سید الشهدا صلوات الله علیه برگزار شده، برپا شده و الحمدلله برنامه هاش رو میبینید، هر کسی به هر مقدار و توانی که داره خودش رو انشاءالله سعی کنه در این امر سهیم کنه، انشاءالله برای رضای خدای متعال، و بدانه که خیر و برکات نیکیه به دستگاه سید الشهدا اول تو خود دنیا انسان جوابش رو میگیره، تا چه برسه به آخرت. و کم هم نگیریم، از همین ذره ها و کم ها اینها انبوهی میشه و این حرکت با برکت انجام میشه. هر ذکری گفته بشه، هر توسلی برپا بشه، هر درسی داده بشه، تمام اونهایی که به نحوی کمک کردن، یکایک اونها در این ثواب شریک خواهند بود و انشاءالله برکاتشون، برکات این کارهای خیر در دنیا و آخرت به اونها خواهد رسید. خیلی متشکرم، انشاءالله که نفس گرم شما تأثیر گذاره و انشاءالله مردم هم باورشون بر اینه که میتوانند چیزی رو که بگذارن برای آینده، بعد وراث برای اونها بدن که شاید هم ندند، خودشون الان به دستای خودشون عطا بکنن و انشاءالله مثل فرمایش شما و فرمایش آقا رسول الله صدقه جاریه باشه انشاءالله. و حالا اونها هم در این امر خطیر سهیم باشن. حاجا شب آخر در بین منبری ها رسمه که اگر شبهای اول تا دهمشون هم ذکر توسلی نداشته باشن، شب آخر رو خلاصه دست توسل بزنن. امشب هم دل مردم دست شما شب آخرتونه، توی این برنامه هستید. فکر میکنم شما استادتر از من هستید، میدانید شبهای آخر هم حرف بی بی دالم فاطمه است. شما حالا کجا ما رو میبرید نمیتونم. بله، حالا چون ایام به این برنامه مناسبت ولادت بی بی دالم بود، جشن و سرور بود، اگه اجازه فرمایید اشعاری رو در مدح بی بی دعالم بخوانیم تا ببینیم. خیلی ممنونم. رزقمون به برکت بی بی دعالم در توسل چی میشه. بسم الله شاید. الرحمن الرحیم. دنیا از چو قطره ای و دریا زهرا، که این فرصت جلوه دارد اینجا زهران.
قدرش بود امروز نهان چون دیروز، هنگامه کند ولیک فردا زهرا خالق چو کتاب خلقت انشام فرمود، عالم چو الف با شد و معنا زهرا جانها به قربانت بی بی جان. احمد که خدا گفت به مدهش، لولا کی می شدی آفریده، لولا زهرا طه و علی دو بیکران دریاین، ون برزخ ما بین دو دریا زهرا. او سر خدا و لیلة القدر نبیس، خیر دو سرا درخت طوبا زهرا، بر تخت جلال از همه والاتر، بر مسند افتخار یکتا زهرا. در آل کسا محور شخصیت هاست، ما بین ابو بعل و بنی ها زهرا، سر سلسله نسل پیمبر کوثر، سر چشمه نور چشم طه زهرا، تنها نه همین مادر سبتین استو، فرمود نبی ام ابیها زهرا، اون پایه که دیروز پیمبر بنهاد، امروز نگه داشته برپا زهرا. از احمد و مرتضا چه باقی ماند، از مجمعشان شود چومنها زهرا. حرمت بنگر که در صفوف محشر، یک زن نبود سوار الا زهرا، هنگام شفاعت چو رسد روز جزا، کافیست برای شیعه تنها زهرا. حیفه حسانا که در آتش سوزد، اون شیعه که ورد اوست زهرا زهرا. حیفه حسانا که در آتش سوزد، اون شیعه که ورد اوست زهرا زهرا. جانها به قربانت بی بی جان فاطمه، شب آخر محفل و مجلس ماست، خیلی ها نامه دادن التماس دعا گفتن، امشب دلها رو روانه القمه کنیم دست توسلی، به دامن آقا قمر بنی هاشم ابوالفضل العباس
باب الهوائج الى الله. ای ماه بنی هاشم خورشید لقا عباس، ای نور دل حیدر شمع شهدا عباس، از درد و غم ایام ما رو به تو آوردیم، دست من مسکین گیر از بهر خدا عباس. یا الله آمد محضر برادر و امامش ابی عبدالله، مولای من اجازه بده به میدون برم، سینم به تنگ آمده از این نامردمان. یا الله اقوال متعدده، بعضی گفتن آقا صدای ناله و اتشای اطفال رو شنید، برخی گفتن ابی عبدالله فرمود برادرم حال که اراده میدان داری برای این بچه ها آبی بیاور، صدای و اتشا در میان خیمه ها بلند است. یا الله بچه ها مضطربن منتظرن، الان عموشون براشون آب میاره، اما خدا چرا عمو دیر کرد؟ یا الله زبان حال بچه ها میان خیمه ها، بابا جون قربون تو ما دیگه آب نمیخوایم، بابا جون قربون تو ما فقط عمو میخوایم. بابا بابا یا الله یا الله یا الله بمیرم. جوابو گرفتن بچه ها از این ندای پدر از حرم، زینب بیا عباسم آخر کشته شد، پیکر سقای من در خاک و خون آغشته شد. یه وقت ابی عبدالله بشنود صدای ناله برادر، یا اخا ادرک اخا وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم عجل لوليك الفرج والعافية والناس، واجعلنا من خير أعوانه وأنصاره وشيعته ومحبيه والمستشهدين بين يديه. اللهم بحق فاطمة اشف مرضانا واقض حوائجنا، واحفظ علماءنا، واحفظ شبابنا. اللهم انصر الإسلام وأهله، واخذل الكفر وأهله. اللهم أصلح كل فاسد من أمور المسلمين. صلوات اللهم صل على محمد وعلى محمد وعجل فرجهم. خدا رو سه هزار مرتبه شکر که توانستیم دوباره هم در خدمت شما باشیم، هم ذکر توسل و ذکر توجهی به اهل بیت انشاءالله. از اینکه با ما همراه بودید بسیار ممنون و متشکرم. شماره پیامک های برنامه رو زیر نویس کردم دوستان خوبم، یادداشت بفرمایید برای ارسال پیامک سوال و مطالب. لبک یا حسین برای ساخت زمین هم فراموشتون نشه. یا علی.